بسم الله الرحمن الرحیم. بنده سنجش افشار هستم، یکی از بهبودی یافتگان یا یکی از شفا یافتگان. مبارزه برای هر انسان لازم است. خیلی سالها طول میکشه که من مثال قدم به ایران ماندم که بتانم یک رای درسته برای خودم و جوانای هموطن مثال پیدا کنم که رای درست رای شفا یافتنه. یکی از مبارزات ما اینمی بوده که زمانی که ما خودم قبلا معتاد بودم، رفتم مثلا پشت دفتر ریاست جمهوری و پشت دفتر مارشال صاحب دوستم و پشت دفتر دکتر صاحب عبدالله تا که نتیجه داد که کمپ فنکس ایجاد شد. دیگه حالا من خودم تقریبا شفا یافته بودم. ما تقریبا از کانال تلویزیون طلوق آمدن امروز به مصاحبه کردن در خانه ما. اونا اطلاع نداشتن که چقدر مثال وضعیت معتادین خراب است و در چی حد است. اینا که گزارش گرفتن زمانی که رفتن بررسی کردن دیدن که واقعا در حد از حد انفجار گذشته. باز مصاحبه ما را سی دی زدن برای شش رهبر روان کردن، برای شش رهبر بزرگ. البته اونا هر کدومشون که واقعا آمدن از نزدیک دیدن که قابل تصور نیست. یکی از بزرگا تا ذوف کرده بوده و در این نتیجه رسیدن که یک شفاخانه درست کنن که مثال گنجایش مریض تعداد بالا رو داشته باشه. که اول گفتن زندان بگرام رو باز کنیم، بعد دیدن که نه، تداوی از این رایشی نیست. شفاخانه کمپ فنکس ایجاد کردن که 1500 بستر بود، او رو نتانستن، پس دوباره در 1000 بستر تبدیلش کردن که از آل فعلا گنجایش 1000 بستر داره. البته من مثل یک راوی بدم دیگه که آمدم از چشم، شاید قسمت همی بوده که ما بیایم ببینم. کسایی بوده که مثال جنازه هایی بوده که در حدود یک ماه همونجا مانده بوده، هیچ کس از خبر نداشت که اینجا چی خبر است. تا که آمدن دیدن خبرنگارا گزارشگارا دیدن که واقعا در حد از حد انفجار گذشته دیگه، آمدن برنامه چی کردن که شش سیدی برای شش رهبر روان کردن و شفاخانه کمپ فنکس ایجاد کردن. که هر انسان چی داره، یه احساس داره که مثال که یک کار خوب انجام بده که مثال برای خودش، جوانای وطنش یا برای کشورش مفید باشه. مثال در پل سوخته تقریبا قصه 10 سال پیش از ایجاد کمپ فنکس بود، رفتم زمانی که نشه کردم در سر یک مرده شیشه بودم. زمانی که اون وقت کشیده بودم خمار بودم، زمانی که نشه مثال تکمیل شد دیدم که سر یک جنازه شیدیم نشه کده رئیسیم. او برای من یک انفجار در وجود من ایجاد کرد که من رفتم پیگیر شدم که تا دیگه دوستا و هموطنها را مثال برش خبر برسم که این یک داستان در پیش است. البته من خودم هم شانه ایم شکسته در جمهوری اسلامی ایران بودیم. اون زمان جوانی بود دیگه که آگاهی و اطلاع نداشتیم که مثال احتیاط چی یا مثال مواد مخدر چی در چه حد است، چی کارهای در وجود انسان ایجاد میکنه. دیگه آستا پله به پله در این مرحله رسیم. مثال من خودم هم معتاد شدم، تقریبا حدود 3-4 سال طول کشید. البته ترک از این آسان نیست، خیلی مشکل است و شرط که انسان خودش مقاومت کنه و چی کنه. تقریبا 2-3 دوره طول کشید که تا من تانستم مثال به شکل درست ترک کنم. چون یک چیز پدیده نبود در وطن ما، هیچ کس آگاهی نداشت، اطلاع نداشت. دیگه از خانواده بگی تا مثال مردم ما، دوست، رفیق، آشنا، هیچ کس مثال آگاهی نداشتن که احتیاط چی است و معتاد شدن چی است و چی معنی داره. بسیار سختی ها را دیدیم. حد مبارزه کردم که از مریضی بالاخره گپ ما به این رسید که در شفاخانه بر من مقام سوپروایزری را دادن. در این حد تانستم مثال پیش برم. احساس بسیار خوب، مثال پاک میشی از یک بلای خانم انسوس. این مشکل ما جوانای افغانستان نمیست که من خودم که هستم 2-3 زبان دنیا را بلد هستم. دیگه آشپزی و سوپروایزری در رستورانداری و هتلداری از جمهوری اسلامی ایران گرفتیم. دیگه اکثر رهبرها بزرگا را نان دادیم، از عمران خان پاکستان بگید تا دکتر صاحب عبدالله، اینم برو هر کی که شما میشناسین. ما چی کردیم، حتی در ایران که دیپلمات های ما سفارت آمدن باورشان نمیشد که ما در رستوران که در ایران
یک رستوران خیلی بزرگ سوپروایزرش بودم، آمدن باورشان نمیشد که من سال دیگه یک جای کار میکنم. حتی بر ما بسیار مرا بدرقه کردن و ازم قدردانی کردن، گفت تو افتخار وطن هستی. من برام جالب بود که چطور، یعنی گفت ایرانی ها افغانی رو در نانوایی نمیگیرن، چی شده که تو دیت یک رستوران کار میکنی؟ شغلم البته چیکت که مرا دکتر یک جای گرفتن. خود از این 100% یعنی رای را که دوباره باز میکنه یا میکشه این همی چیز است، بیکاری است که این سگ است. خب فعلا گفتین بیکار هستین، بله. آیا بیمیزی نمیره که بیکاری باعث شود که دوباره؟ چرا، 100%، 1000%. خود بیکاری مادر تمام مرض است. بسیار تلاش کردم، کوشش کردم که مثال کار درست برم پیدا شوه، یا مثال البته قبلا سال پیش هم کار میکردم، در پانتون 4 پانتون کانتین زیر دست ما بود، به حساب پانتون رعنا، آریانا، افغان پامیر، اسلامی، اینا رو کانتیناش خودم امرای یکی از رفیقا دوستای ما به نام قیس قیجان فرمولی دیگه ایجاد کردیم. زمان کنه امریکا رفتن دیگه، من ماندم باز در میدان. البته اینا ما برای بزرگا، برای کلانای ما ایره به حضورشان میرسانم که واقعا کوشش کنن، تلاش کنن که کار رو برای جوانا در نظر بگیرن. اگر این بیکاری و امی بیکاری به این شکل ادامه داشته باشه، امروز آمدیم یک خبرگیرا، شاید روز دیگه بهم باز مثال استفاده کنم. خودش یک رنج بزرگ است، یک درد بزرگ است که مثال چطور 5 میلیون، حالا میگن 5 میلیون ولی مر از مرز 7 میلیون گذشته تا جایی که من خبر دارم. تنها 9 لک زن اعتیاد مبتلا شده، 9 لک طفل. ای آخر ازی چی میشه؟ باز اینمی بیکاری، اینمی سبب اینمی میشه که ما مثلا من چی که البته دیگه جوان هم این چیز دارن، این یک مسکن هست، این کدام چیز نیست، یک مسکن خیلی قوی است. مثل بعضی درد سر دارن، تکلیف درد سر دارن، میرن یک دانه پرستامول میخورن، چون از این جوان ها یا مثال امثال من دردشان خیلی بالاست، مجبور هستن مثال از یک مسکن خیلی قوی استفاده کنن که بتونن مثال دردشان التیام ببخشن. کدام انسان مثال در دنیا دیدی که مثال یک روز، دو روز، یک ماه در یک جای زندگی کنه که نه نان است، نه هوا است، هیچ کدام امکانات نیست، ولی از روی مجبوریت خیلی از اینا را بعضیشون حتی خانواده‌هایشان مثال قبول نداره که مثال اینا دوباره برگردن با دست خالی. هر انسانی که باشه طرف خانه که مثال میره دست خالی باشه، هیچ کس قبولش نداره. خانواده چی که تا نزدیکترین کسش که پدر، مادر، مثال خانم یا برادر یا هر کی کس دست خالی باشه، هیچ کس قبول نداره. تا وجدان خودش میره چی نمیکنه که مثال طرف خانه میره با دست خالی. این همین خودش یک درد بزرگ است. این درد بزرگ هم مسکن قوی کار داره. پیام آخر من اینه که جوانای ما فکر کنن که جهاد تفنگ و نول تفنگ گذاشت، این همین خودش یک جهاد است. اگر بتونن جهاد با نفس خود کنن خیلی برنده و موفق هستن.